به اطلاعاتون رسید در حال برگزاری است و برخی ایرانیان در منطقه شرق آمریکا از حدود یک ساعت پیش پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. در این قسمت ارتباط زنده خواهیم داشت با همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان شبکه‌های اجتماعی و فعالیت‌های انتخاباتی قرار خواهد داد. همکارم رویا ملکی، بله، امیدواریم در ادامه این برنامه مشکل صدا برطرف بشه و رویا ملکی رو ما در برنامه خواهیم داشت. در این قسمت سری خواهیم زد به همکارم آرش سیگارچی که به دقت خبرهای مربوط به انتخابات ایران رو از صبح زود دنبال کرده. آرش، از مشاهدات خودت و اینکه به هر حال چه دیدی در شبکه‌های اجتماعی برای ما بگو و چه خبرهای تازه‌ای هست. خب پیام، ممنونم ازت. همونطور که گفتی از در واقع الان چند روز ثانیه به ثانیه داریم خبرهای انتخابات رو دنبال میکنیم برای اینکه ببینیم چه اتفاقی داره میفته در ایران و البته بیرون از ایران. همونطوری که اشاره کردی، من نمیدونم همکاران اگر به من بگن اون بخشی که مربوط به شعبه های رأی‌گیری آماده است یا نه، اگر هست که میتونم در مورد اون برای شما و بیننده ها صحبت کنم. اینکه در حال حاضر صندوق های رأی، یک رأی دهنده وقتی وارد صندوق شعبه رأی‌گیری میشه با چه چیزهایی مواجه میشه. در واقع در هر صندوق رأی‌گیری ماموران نیروی انتظامی حضور خواهند داشت، معمولا یک درجه‌دار و چند سرباز حضور دارند که هیچ حق دخالت در روند انتخابات ندارند و تنها کاری که میتونن بکنن اینه که نظم اون شعبه رأی‌گیری رو برقرار کنن. غیر از نیروی انتظامی، نماینده فرماندار یا بخشدار حضور خواهد داشت که در واقع نماینده دولت هست، یعنی قوه اجرایی انتخابات، شورای اجرایی انتخابات. در کنار اون برای نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان نمایندهی حضور داره که در واقع نقش نظارتی داره که اگر تخلفی باشه رسیدگی بکنه. غیر از ناظر و مجری انتخابات، اعضای شعبه هستند که معمولا بسته به جمعیت اون شهر یا بخش یا به قول معروف مثلا تو تهران شعبه ها تعداد اعضای شعبه شون بیشتر هست، معمولا 7 یا بیشتره، که اون اعضای شعبه یک نفر از میان خودشون انتخاب میکنن به عنوان رئیس شعبه که نظارت میکنه بر روند رأی‌گیری. اگه تعرفه‌ای کم بیاد از بخشداری یا فرمانداری درخواست میکنه و امور جاری یک شعبه رأی‌گیری رو سعی میکنه رتق و فتق بکنه. غیر از این، عضو مهمی که تو شعبه هست اما حق دخالت نداره در واقع نماینده نامزدها هستن که خب با توی انتخابات که 6 نامزد حضور پیدا کردن در مراحل آخر، 6 نماینده هر شعبه میتونیم شاهد باشیم که حضور داشته باشن. البته امروز از صبح خبرهایی داشتیم که برخی از نامزدها کارتاشون ساده نشد. مثلا طرفداران آقای روحانی میگن که هرچند مال نمایندگان آقای جلیلی در صندوق ها کارتاشون زود حاضر شد ولی کارتای ما رو به موقع ندادن. به هر حال وظیفه نماینده نامزد اینه که مثل نیروی انتظامی دخالتی در روند رأی‌گیری نداره، اما میتونه چشم اون نامزدی باشه که نمایندگی میکنه و ببینه اگر تخلفی میشه گزارش کنه به نماینده شورای نگهبان یا نماینده فرماندار، شکایت خودش رو اعلام بکنه. تو انتخابات قبل که خیلی چالش برانگیز بود این بود که اون نامزدهای مخالف دولت عملا از این حقشون محروم شده بودن یا کارتشون به موقع ساده نشده بود. زیاد در جریان این انتخابات نیستیم که ببینیم آیا تونستن همه نامزدها نماینده خودشون رو به شعبه رأی‌گیری بفرستن یا نه. با تشکر از تو آرش سیگارچی، منتظر گزارش‌های بعدی تو هستیم.